سلام رفقا خوش اومدید به دوره جامعه تابلو فرمان آسانسور خیلی خوشحالم که تو این دوره قرار دانش بسیار زیاد و ارزشمندی به شما منتقل بکنم این جلسه جلسه صفر و ممکنه از تمام جلسات دیگه برای شما پر اهمیت تر باشه چون میخوام یک سری نکات ایمنی قبل از شروع با کار با تابلو فرمان رو بهتون بگم که ممکنه از حادثه های بزرگی که ممکنه برای افراد حین کار با تابلو فرمان پیش بیاد برای شما جلوگیری بکنه نکته اولی که میخوام درباره ایمنی در تابلو فرمان بهتون بگم اینه که چه فردی شایسته کار با تابلو فرمان توی این دوره شما کامل تابلو فرمان آسانسور رو میشناسید تا حد قابل قبولی میتونید با تابلو فرمان آسانسور کار بکنید اما این دوره به هیچ عنوان دلیل بر این نمیشه که شما بتونید سر پروژه، توی پروژه های ساختمانی و پروژه های واقعی تنها با این اطلاعاتی که توی این دوره به دست میارید بتونید تابلو فرمان رو دستکاری و یا با تابلو فرمان کار بکنید. درسته که شما دانش قابل قبولی از تابلو فرمان و شرایط کار اون دارید. اما آسانسور متشکل از حدوداً 500 قطعه مکانیکی و الکتریکیه که این قطعه های مکانیکی و الکتریکی کنار همدیگه دست به دست همدیگه دارن کار میکنن و کار کرده چون روی همدیگه تأثیر داره پس شما اگر بخواید با تابلو فرمان آسانسور کار بکنید توی پروژه های ساختمانی که یک آسانسور کامل در مقابل شماست باید با تمام قطعات آسانسور آشنایی داشته باشید و تمام اونها رو بشناسید کار کرد با اونها رو بدونید اصول ایمنی اونها رو هین کار کرد فرا گرفته باشید از یک فرد متخصص و بعد استارت بزنید و شروع بکنید به کار با تابلو فرمان و انجام فعالیت های شغلی توی این حوزه پس با دانشی که در این دوره به دست میارید میتونید تمام قطعات تابلو فرمان هایی که در آسانسورهای گیربوکسی حداقل توی کشور خودمون داره استفاده میشه بشناسید و بدونید هر کدوم دارن چه کاری رو انجام میدن امیدوارم که از این دوره ارزشمند استفاده کافی رو ببرید و این دوره رو به کسایی که علاقمند به این حوزه هستند پیشنهاد بدید تا اونها هم بتونن از این مطالب ارزشمند استفاده بکنن خیلی خوشحالم که تو این دوره همراهتون هستم بی معطلی بریم سراغ جلسه بعدی یعنی جلسه اول که قرار توی جلسه اول تعاریف و اصول کار با تابلو فرمان رو بهتون آموزش بدم توی جلسه بعدی قراره که تک تک قطعات تابلو فرمان رو بررسی کنیم و یک نیم نگاهی به عمل کرد و منطق عمل کرد اونها بندازیم و تو جلسه آخر قراره ارورهایی که تابلو فرمان میده خطاهایی که تابلو فرمان هین کار میده رایجترین ترین اونها رو توی تابلو فرمانهای ایرانی و پرکاربرد توی کشورمون بررسی بکنیم تا جلسه اول بدون